دلا بمیره. انتظار مهدی امروز همه یه حرف قدیره. خدایا خدایا کمکم کن تا بتوانم جواب این سوال های ناسوبی را بدم. خدایا کمکم کن بتوانم او را به راه مستقیم، همان راه مولایم علی، هدایت کنم. توانستم چه؟ او خود شخصیتی مذهبی است. سلام علیکم برادر. علیکم السلام سعد ابن عبدالله. خواسته بودید مرا در مسجد ببینید برای منازعه؟ آری. بفرمایید. خب آماده هم برای سوال های شما. وای بر شما و یارانتان، شما خارج شدگان از دین همیشه زبان طعن به مهاجرین و انصار گشوده اید و منکر آن می شوید که رسول خدا محبتی خاص به ایشان داشتن. غیر از این است؟ خیر، همین است. شما می گویید صدیق علی است، فاروق علی است، اما از نظر ما صدیق کسی است که سبقتش در اسلام فوق تمام صحابه و یاران پیامبر باشد. یعنی چه؟ یعنی شما میگویید حضرت علی فاروق و صدیق نیست؟ خیر. ببینم، مگر شما نمیدانید که رسول خدا در زمان هجرت خود ابوبکر صدیق را به غار برد؟ میدانید چرا؟ چون همانطور که حراسی برای جان خود داشت، برای ابوبکر نیز چنین بود. میدانید چرا؟ چرا؟ چون پیامبر میدانست که بعد از مرگ خود ابوبکر خلیفه امتش می شود و همه اوضاع و خلافت به ابوبکر می رسد. و همانطور که همه می دانند جان ابوبکر برای پیامبر عزیز بود. پس قضیه قدیر خم چه می شود؟ مگر حضرت محمد حضرت علی را وصی و جانشین خود قرار نداد؟ چرا؟ قرار داد، اما برای خانوادهش، نه برای دینش و امتش. پس اگر او را قبول نداشت، چرا در زمان هجره در آن شب او را به جای خود خواباند؟ میدانید چرا؟
مگر شما نمیگویید ایشان پیامبر خدایند؟ آری. پس ایشان میدانستند و واقف هستند که اگر در آن شب علی کشته میشد، اوضاع دین مختل میشود و در بین یاران و صحابه ایشان کسی هست که خلافت را در دست بگیرد و آن کس کسی نبود جز ابوبکر صدیق. آنگونه که ما میدانیم و در روایات متعددی وجود دارد، حضرت رسول برای این حضرت امیر را در جای خود خوابان، چون از شجاعت و درایت علی با خبر بود و میدانست که او حیدر کرار است و ابوبکر را برای این به غار برد، چون حضرت را در شهر دیده بود و میدانست که ابوبکر جای حضرت رسول را به عنوان حکومتی خبر میدهد. غیر از این است. شما خارج شدگان از دین معتقدید که عمر فاروق، ابوبکر صدیق از اهل نفاق بودند و در ثبات این استدلال و این حدیثتان استدلال شب عقبه می کنید. مسئلتون یا شیخ، مسئلتون، آیا اسلام این دو از روی اطاعت و رغبت بوده است یا از روی ترس و اجبار؟ اگر اجازه دهید جواب این سوالتان را از مولایم امام حسن عسکری که در سامرا سکونت دارد بپرسم و برایتان بیاورم. من جواب این سوالتان را میتوانم بدهم، ولی میترسم شما مجاب نشوید. اجازه میدهید یا همینجا مناظره را تمام کنید؟ باشد، تو رو با ایشان تنها میگذارم و برو جواب سوال من رو از ایشان بپرس. علی ای حال میدانم که ایشان نیز نمیتوانند به سوال من جواب دهند. باشد. خدایا کمکم کن. یا علی،
سلام علیکم ابا محمد. علیکم السلام ای سعد ابن عبدالله، برای چه آمدی؟ برای زیارت و دیدن شما به سامره آمد. ای سعد، پس سوالاتی که قرار بود از من بپرسی چه شد؟ مرحبا یا مولا. آنها بر جای خود باقی. اگر اجازه دهید ابتدا چشمم به جمال شما روشن شود و روحم از دیدن شما طراوت گیرد و هر چه در این دنیا هست به آن دل بستم فارغ شود و سوالاتم را از شما میپرسم. ای سعد، اگر سوالات تو در مورد آن مرد ناسبی است، به تو میگویم که تمام سوالاتت را از نور دیدم، از پسرم مهدی بپرس. از او بپرس هر چرا که نمیدانی. سلام علیکم ابن حسن. ابن حسن، با یک فرد ناسبی منازعه عقدتی داشتم. در این منازعه سوالاتی از من میپرسید که البته جواب آنها را بلد بودم، ولی میدانستم که او مجاب نمیشد. از او وقت گرفتم تا خدمت پدر بزرگوارتان بیایم و جواب سوالاتم مد ناسبی را از او بپرسم، تا بلکه بتوانم یک نفر دیگر را به مذهب حقه شیعه در آورم. حال که پدر بزرگوارتان فرمودن از شما سوال کنم. ای سعد ابن عبدالله، سوالات مرد ناسبی را بگو تا جوابش را بدهیم. ابن حسن، ایشان ادعا کردن که حضرت رسول خدا همراه با ابوبکر که برگزیده امت ایشان است، وقتی به غار رفتن ترسیدن که جان ایشان به خطر بیافت و بر این عقیده استوارن که حضرت فاروق اعظم جدتان علی مرتضی اگر در آن شب کشته می شد در میان صحابه کسی بود که جای ایشان را بگیرد. ای سعد ابن عبدالله، تو چرا با این کلام او را نقض نکردی؟ که مگر شما ناسبیان معتقد نیستید که جدم فرمودند خلافت پس از من 30 سال است و این 30 سال مدت عمر خلفای دروغین است؟ آنها جوابی جز آری ندارند. اگر جواب آری داد، از وی بپرسید پس چرا فقط ابوبکر را برد و آن نفرات دیگر یعنی عمر و عثمان و علی را نبرد؟ پس با این حساب به واسطه ترک آن 3 نفر و تخصیص ابوبکر همگی را خار کرده و این خود مهر ابطالی بر این ادعا می باشد. مرحبا مرحبا مرحبا، عجب جواب نقض و خوبی. آری چرا با دیگران این کار را نکرد؟ درست فرمودی. چون به ابوبکر اعتماد نداشت. فقط و فقط علی مرتضی بود که وصی و جانشین ایشان و علم به این داشتن که در آن شب اتفاقی برای او نمی‌افتد. یا مولا، حال سوال دوم از من پرسی که اسلام آوردن آن دو از روی میل است یا از زور اجبار؟ از خدا که پنهان نیست، از شما چه پنهان من ماندم چه جواب بدهم. حال شما در جواب این سوال چه می‌فرمایید؟ اما جواب پاسخ من به این سوال، ابن عبدالله، چرا به او نگفتی اسلام آن دو از روی طمع بوده؟ از روی طمع؟
زیرا آن دو عمر و ابوبکر با یهودیان مدینه مجالست و مراودت داشتند و از پیشگویی های تورات از خروج جدم و استیلای ایشان بر قوم عرب واقف بودند و بعد از بعثت ایشان نزد وی شتافته و او را در شهادت دادن یاری کردند. به طمع آن که چون امور او استقرار یافت و ولایتش استقامت گرفت هر کدام به حکومت شهری برسند. ولی بعد از به قدرت رسیدن اسلام تیرشان به سنگ خورد و آن حادثه شب عقبه را با یارانشان پیریزی کردند. می دانید سعد رفتار آنها مانند رفتار طلحه و زبیر بود. در هنگامی که حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به خلافت رسید به طمع حکومت با او بیعت کردند، ولی چون دستشان به جایی و حکومت شهری نرسید آن هنگامه جنگ جمل را پیش آوردند و عاقبتشان همان شد که در روایات آمده است و ما خواندیم و روایت کردیم. خدایا شکرت، شکرت که توانستم جواب این سوالات را از تو بپرسم. حقا که حکومت عدل علی فقط و فقط بر آل و تزمین است. خدایا خدایا کمکم کن که با این جواب خواب توانم آن مرد ناصبی را نجات کنم و بتوانم یک بار دیگر یک نفر را به مذهب حقه شیعه در آورم. خدایا کمکم.